احمد ولی کرزای برادر رئیس جمهور کرزای هر گونه اتهام را درباره دست داشتن است در قاچاق مواد مخدر و فساد بی بنیاد میداند و میگوید که چنین اتهامات پهلوهای سیاسی دارند. احمد ولی کرزای تاکید میورد که اگر مردم با حضور وی در شورای ولایتی مخالفت داشته باشند و از این مقام کنار خواهد رفت. از سوی هم احمد ولی کرزای میگوید که هیچ مخالفت با عملیات کندهار ندارد و در این زمینه هم کار خواهد بود. احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع هر گونه مخالفت را با راه اندازی عملیات در قندهار رد می کند، اما تاکید می ورزد که باید این عملیات در مشوره با مردم و بزرگان قوم صورت گیرد. زد عملیات طرفدارم، ولی که عملیات ونسی وضع در قندهار خرابیږي، نو موږ همیشه عملیات طرفدار یو او موږ غواړو شي عملیات وسی، اما عملیات داسې عملیات چې عملیات وسی او د عملیاتو بعد بیا خبره ده چې د عملیاتو بعد بیا هغه منطقې دوامدار امنیت پشکې راسي، د بازسازي کارونه پشکې وسی. در همین حال آقای احمد ولی کرزی تمام اتهامات را درباره دست داشتنش با قاچاق مواد مخدر و فساد اداری بی بنیاد می خواند. په هر زمان کې چې یو موضوع په بین الملل دنیا کې توده ای، په مثال مواد مخدر، هغه موضوع په دنیا کې توده ده، هغه وخت پر ما تهمت د مواد مخدر لګول کیږي، بلا چې بیا موضوع د رشوت یا د کرپشن دی، بیا پر ما باندې د کرپشن تاوان، دا ټول یو سیاسي اړخ لري. از سوی هم آقای کرزی می افزاید هرگاه مردم قندهار با حضورش در شورای ولایتی قندهار راضی نباشند او از این سمت کنار خواهد رفت. چیزه یو دقیقه یو ثانیه زنده په ولایتی شورا خوشحالم، نه په دولتداری خوشحالم. که خلق ما سو غواړي زه سب دغه نن دغه یو ثانیه زه د خپل دغه استعفا کوم. در حالی که آمادگی ها برای راه اندازی عملیات برای تامین امنیت قندهار به شدت روی دست گرفته شدند و آوازه های وجود دارند که احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار مخالف راه اندازی این عملیات است، اما فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان نیز در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع میگوید که آقای احمد ولی کرزی جز عملیات نظامی نیست، بل او یک نماینده منتخب مردم است. او بخش عملیات نظامی نیست. او بخش شورای ولایتی و یک رهبر منتخب است. من فکر میکنم که با شکل گرفتن و پیشرفت‌های حکومتداری در کندهار، افغان‌ها تصمیم خواهد گرفتن که کیها بهترین بازیگران در ساحه است. ولایت کندهار از نامترین ولایت‌های کشور به شمار می‌رود. در این حال لوی سارن ولی دست داشتن احمد ولی کرزی را در غصب زمین ها در ولایت کندهار رد می کند. رئیس تفتیش لوی سارن ولی می گوید که اسناد موثق در این باره وجود دارند و غصب این زمین ها را یک موضوع حقوقی می داند. یک هیئت لوی سورنولی به ریاست لوی سورنوال که به دستور رئیس جمهور کرزی برای بررسی مشکلات ملکیت های قل اردوی 205 اتل به کندهار رفته بود، مشکلات در بخش های انتقال ملکیت های این قل اردو، عدم پرداخت اجاره برخی از این زمین ها از سوی برخی ازش خواست و نیز غصب بخشی از این ملکیت ها را بررسی کرده است. رئیس تفتیش لوی سورنولی میگوید که اعضای تفتیش قل اردوی 205 اتل از زبان شماری از مردم غصب زمین های این قل اردو را به احمد ولی کرزی نسبت دادند. وی میافزاید که بر بنیاد بررسی های آنان و نیز اظهارات رئیس شورای ولایتی کندهار، احمد ولی کرزی در غصب این زمین ها دست ندارد. غصب توسط محترم احمد ولی کرزی صورت نگرفته بود. قسم انعکاس یافته که غاصبین مورد حمایت یا از جمله منصوبین آقای احمد ولی کرزی هستند. این در حالی است که اخیراً گزارشی از سوی قل اردوی 205 اتل در کندهار پخش شده است که بر بنیاد آن بخشی از زمین های این قل اردو از سوی افراد آقای احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی غصب شدند. مجلس نمایندگان در اعتراض به ترویج دین مسیحیت از سوی شمار از نهادهای خارجی در کشور به شدت انتقاد می کند. با خواهان آغاز بررسی ها سوی وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و سورنولی در این بار است. در این حال شمار از دانشجویان دانشگاه کابل در واکنش به ترویج دین مسیحیت در کشور دست به تظاهرات زدند. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که فعالیت های دو نهاد خارجی را که نزد این وزارت مشکوک هستند به حالت تعلیق در آمده است. پس از نشر تصویرهای ترویج مسیحیت از سوی برخی از نهادهای خارجی در رسانه‌های کشور، مجلس نمایندگان ترویج مسیحیت را در کشور به شدت محکوم می کند. در این تصویر که امروز در اختیار مجلس نمایندگان قرار گرفت،
نشان می‌دهد که شماره از افغانان در حال پذیرفتن دین مسیحیت هستند. تحقیق کنند قضیه در کجاست، اصل ریشیش بر چی هست، آیا اعتداد افرادی هستند مثل که شما فرموده میخواین از این طریق پناهندگی بگیرن، ویزه دائمی بگیرن، یا واقعا یک توطئه و یک مسائل تفشیلی وجود دارد؟ کلی از این مسائل باید روشن شد. زمانی که پای بلیط خارجی ها در افغانستان رسید، تمام مصیبت های دینی، میهنی، وطنی به این کشور سرازیر شد. در همین حال شماره از دانشجویان با راه اندازی تظاهرات در شهر کابل ترویج دین مسیحیت را خلاف اسلام می دانند و خواهان مجازات این افراد بر بنیاد قانون اساسی و احکام دین اسلام هستند. کسانی که در این راستا مبلغین و داعیان کلیسا و صلیب را همکاری می کنند باید هرچی زودتر شناسایی شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید اگر ثابت شود که این نهادها دست به تبلیغ دین مسیحیت میزنند، آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند کرد. خدمات جهانی کلیساست که از طرف امریکا و کانادا و یک تعداد کشورهای دیگه هم اینا تمویل میشن و دیگهش کمک‌های کلیسای نروژ که از جانب کشور نروژ تمویل میشه. تظاهر کنندگان هشدار می‌دهند که اگر فعالیت‌های این دو نهاد متوقف نشوند، آنان به تظاهرات گسترده دست خواهند زد. دانش‌ها میان کوچان و باشندگان ولسوالی‌های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان‌وردک به پایان رسید. معاون دوم رئیس جمهور می‌گوید که آن کوچانی که سند ملکیت در دست دارند، می‌توانند از زمین‌هایشان استفاده کنند. آقای خلیلی یگانه راه حل این مشکل را اسکان برای کوچان می‌داند و می‌گوید که در 3 ماه آینده کار آن آغاز می‌گردد. محمد کریم خلیلی بعد از سفرش از ولسوالی‌های دایمیرداد و بهسود گفت که بعد از فرمان جدید رئیس جمهور، فرمان‌های دوران قبلی به اساس شناخته شدند و دهنشینان این ولسوالی‌ها دوباره برگشتند. آقای خلیلی می‌گوید که خسارات مردم آسیب دیده را دولت می‌پردازد و می‌افزاید که دست‌های پشت پرده را باید ارگان‌های امنیتی شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. در این عزم مصمم هستیم که حکم رئیس جمهور در این بخش هم جنبه عملی بگیره و هیچ گونه کندکاری، هیچ گونه سهل‌انگاری از هیچ ارگانی مورد قبول نخواهد بود. معاون رئیس جمهور در سخنانش تاکید کرد که یگانه راه حل دائمی این مشکل اسکان کوچی ها است که این خواست مردم کوچی و دهنشینان نیز می باشد. با اکنون نگاه زودگذری داریم بر چند رویداد دیگر در کشور. انتار کننده امروز در ولایت غزنی یک کاروان نگهبانان یک شرکت خصوصی امنیتی را مچ قرار داد. وزارت امور داخله با پخش خبرنامه میگوید که در این رویداد یک نگهبان این شرکت خصوصی کشته شد و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. از سوی دیگر صبح امروز با برخورد یک موتر مسافربری با یک ماین کنار جاده در منطقه نانی ولسوالی اندر ولایت غزنی 3 غیر نظامی زخم برداشتند. در انفجار امروز در ولسوالی گذره ولایت هرات یک پلیس و 2 غیر نظامی زخم برداشتند. پلیس ولایت هرات میگوید که هدف این انفجار کاروان نیروهای افغان و خارجی بود. با اینکه حکومت فهرست اعضایی که میسن مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را به مجلس نمایندگان فرستاد. سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که گله رحمان قاضی، محبوب حقوقمل، محمد عمر منیب، عبدالقادر عدالتخواه، دکتر امین احمدی و ثمر اشرف کسانی هستند که برای تایید به مجلس نمایندگان معرفی شدند. با اکنون سرخط چند خبر از جهان. واکنش ها در برابر حمله نیروهای اسرائیل بر کشتی های حامل کمک های بشر دوستانه در نوار غزه با افزایش حملات بر ضد شورشیان در بخش های قبائلی پاکستان. خبرهای جهان.